گرت بیل و بنزما سیاه و سفید های 2019 رئال مادرید. گواردیولا بهترین مربی دنیاست ولی زیدان مدیر اجرایی سیتی. تا انتها این گزارش با ما همراه باشید. برای دریافت ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید. گرت بیل و بنزما سیاه و سفید های 2019 رئال مادرید. هر اندازه که گرت بیل بدترین سال فوتبالی خود را در رئال پشت سر گذاشت، کریم بنزما بهترین سال خود را تجربه کرد. گرت بیل فصل ناامید کننده ای را در رئال پشت سر میگذارد، فصلی پرنوسان که در بیشتر مواقع شرایط آرمانی خود به دور بوده است. پس از تابستان پرهاشه که تقریبا یک پای نیم او بیرون از رئال مادرید بود، در نهایت ماندنی شد و به نظر میرسید که با انگیزه تر از همیشه باشد. اما از آخرین گل او برای رئال 113 روز میگذرد. سال 2019 نیز برای گرت بیل بدترین سال ممکن بود. ستاره ولزی در این سال تنها موفق به زدن 6 گل برای رئال مادرید شد و از رکورد منفی سال 2017 خود نیز عبور کرد. بیل سال 2017 در 24 مسابقه 6 گل زده بود، ولی در 2019 همین تعداد گل را در 33 بازی به ثمر رساند. و عجیب این که تنها یک گل او در سانتیاگو برنابئو بود که مارچ سال 2019 برابر سلتا به ثمر رسید. گل های دیگر او برابر ویارئال، اتلتیکو و لیوانته بود که صد گل رئال در سال 2019 تنها 6 گل متعلق به بیل بود. این آمار برای بازیکنی که قرار بود جانشین رونالدو باشد اصلا پذیرفتنی نیست. در نقطه مقابل بیل، کریم بنزما قرار دارد. ستاره فرانسوی بهترین سال فوتبالی خود را پشت سر گذاشت و در 50 بازی موفق به زدن 35 گل شد. او در سال 2017 و 2018 به ترتیب موفق به زدن 18 و 14 گل شده بود. فاصله کریم با دومین گلزن برتر رئال در سال 2019 یعنی سرخیو راموس 25 گل هست. رئال سال 2019 در برنابئو 57 گل به ثمر رساند که 19 گل آنها متعلق به کریم بنزما بود. گواردیولا بهترین مربی دنیاست ولی زیدان مدیر اجرایی سیتی. فرانسوریانو مدیر اجرایی منچستر سیتی گواردیولا را بهترین مربی دنیا میداند، ولی میگوید آمار زیدان خود گویای همه چیز هست. رئال مادرید و منچستر سیتی دو ماه دیگر در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان دو بازی نفسگیر را پیش رو خواهد داشت، دیداری که تقابل زیبا بین زیدان و پپ گواردیولا خواهد بود. رئال با زیدان سه بار متوالی فاتح لیگ قهرمانان شده، ولی از آخرین قهرمانی پپ در این رقابت ها 9 سال گذشته است. فرانسوریانو در مصاحبه با نشریه آیس و در مورد تفاوت سبک زیدان و گواردیولا گفت، سبک رئال مادرید پیروزی هست و این یک واقعیت است که با زیدان سه دور متوالی فاتح لیگ قهرمانان شده و در 5 سال توانسته 4 بار عنوان قهرمانی این رقابت ها را کسب کند. ما هم در سیتی یک سبک و فلسفه مشخص و معین داریم. ما با ایده های پپ گواردیولا ایمان داریم و معتقدیم تنها راه موفقیت ما در همین سبک خلاصه می شود. نمی توانیم سبک من را به خاطر رئال و یا هر تیم دیگری تغییر دهیم. برای ما حیاتی است که همیشه به روش خودمان بازی کنیم. نمی توانیم این حس را از دست بدهیم. شاید تیم های دیگر بتوانند سبکشان را در طول فصل تغییر دهند، ولی ما نمی توانیم. زیدان چند پیش در نشست خبری خود گفت که گواردیولا بهترین مربی دنیاست. سورینو در این رابطه گفت، من هم با زیدان هم نظر هستم، ولی خوب آمار و ارقام زیدان در مربیگری گویای همه چیز هست. اما طور که در مورد پپ همه چیز را تصدیق میکنن، هیچ کس نمیتوانن افتخارات رئال با زیدان را نادیده بگیرد. افتخارات پپ در بارسا، بایرن و سیتی هم غیر قابل انکار هست. گواردیولا مربی تیم من هست و برای من بهترین در دنیاست. سپاس از اینکه تا انتها با ما همراه بودید. شاد و خرم باشید.